مقامات چینی از روحانیون مسلمان استان هنان خواستند تا در دوره آموزشی در پکن شرکت کنند که هدف آن چینی کردن قرآن و تطبیق آموزه‌های اسلامی با اصول یک جامعه سوسیالیستی است. این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت چین برای کنترل دین و فرهنگ مسلمانان و ترویج ارزش‌های خود در میان آنهاست و نگران کننده ترین جنبه این روند تغییر اصول اسلامی بر اساس ایدئولوژی‌های کمونیستی است. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه کرده توجه فرمایید. اخیراً مقامات چینی از روحانیون مسلمان استان هنان خواستند تا در دوره‌های آموزشی در پکن شرکت کنند که هدف آن چینی کردن قرآن و تطبیق آموزه‌های اسلامی با اصول اجتماعی است. این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت چین برای کنترل و تغییر دین و فرهنگ مسلمانان در این کشور است. در این دوره روحانیون تحت آموزش مهارت‌های تفسیر قرار می‌گیرند تا بتوانند قرآن را به گونه‌ای تفسیر کنند که با نظام اجتماعی چین سازگار باشد. هدف این اقدام نه تنها تغییر در نحوه آموزش و تفسیر قرآن، بلکه همچنین تقویت آگاهی سیاسی و تطابق اسلام با ایدئولوژی‌های کمونیستی است. چین به دنبال چینی کردن تمامی جنبه‌های اسلامی از جمله قرآن به منظور ترویج ارزش‌های خود در بین مسلمانان است. این اقدام به ویژه با توجه به جمعیت بالای مسلمانان هویی و اقلیت اویغور در استان هنان که تحت نظارت شدید مقامات قرار دارند حائز اهمیت است. دولت چین با این اقدامات نشان می‌دهد که به دنبال نفوذ در اعتقادات دینی مسلمانان و تغییر اصول اسلامی بر اساس ایدئولوژی‌های خود است. این روند نگران کننده است که آزادی‌های دینی را به چالش می‌کشد و نیاز به توجه و اقدام جهانی دارد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از او پرسیدم با توجه به فشارهای اخیر دولت چین بر روحانیون مسلمان برای چینی کردن قرآن، چگونه این اقدامات میتواند بر هویت اسلامی مسلمانان در چین تأثیر بگذارد و چه راهکارهایی برای حفظ اصالت دین در برابر این چالشها پیشنهاد میدهید؟ پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را با هم بشنویم. ضمن عرض تشکر از دعوتتون خدمتتون عرض بکنم، دولت چین با توجه به سوابق رفتاری بسیار بدی که با جمعیت مسلمان اویغور داره و شهروندان این کشور رو همواره مورد آزار و اذیت قرار داده، یکی از نکاتی که در اینجا خیلی برجسته هست اینه که مبانی فکری و نظام ایدئولوژی که مردم و مسلمان رو تلاش بکنه که همسو بکنه با سیاست‌های سوسیالیستی خودش، و این یک سیاست هوشمندانه‌ای هستش که دولت چین تلاش میکنه با قرار دادن یک وضعیت تقریبا آموزشی برای روحانیون مسلمان و اویغورها و وادار کردن اونها برای ترجمه و تفسیر قرآن و یا ترجمه اون به زبان چینی تلاش بکنه اون مبانی متفاوتی که در نظام اسلامی با سیاست‌های دولت چین وجود داره اونها رو به تدریج حذف بکنه از قرآن و تلاش بکنه که همه این مفاد آیات قرآن رو متناسب بکنه با سیاست سوسیالیستی خودش. این تجربه زیادی رو در بین کشورهای سوسیالیستی، چه در روسیه در مورد شوروی سابق و هم در نظام‌های کمونیستی که در آمریکای لاتین بودن، نسبت به سایر اقلیت شهروندان خودشون داشتیم. به همین دلیل یا برخی ورود میکنن به تغییر در حوزه ایدئولوژیک اینها، یا برخی کشورها تلاش میکنن که مبانی فکری و سیاسی این اقلیت ها رو به تدریج تغییر بدن تا متناسب با سیاست های داخلی خودشون باشه. طبیعتاً دولت چین از طرف مسلمان ها و مبانی فکری اسلامی که همواره دنبال اجرای عدالت و شفافیت در روابط انسانی است، تلاش بکنه که اون مبانی اخلاقی و مبانی عدالت طلبی رو به نفع خودش ترجمه و تفسیر بکنه. من گمانم بر این هستش که
این سیاست ها تشدید پیدا خواهد کرد، مگر اینکه یک نظام مشخصی در جامعه مسلمان ها بتونه دولت چین رو مجاب بکنه و وادار بکنه که از ورود به حریم باور ایدئولوژیکی مسلمان ها پرهیز بکنن. خیلی ممنونم. بله، با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که دعوت ما را پیرامون این گزارش پذیرفتند.